ایران شاه کرد، خشت بخت و نخ را ساییده و برخواد. باد اسلاف همان خونی از آن ریشه ای، آزدار نام پاک و پاک آهمیشه ای. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون جهانی ایران آریایی در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امشب ما. امشب سه شنبه شب 19 آگست 2014 میلادی ساعت 7:05 بعد از ظهر و غروب هست به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 10:05 شب به وقت شرق آمریکا و 25 دقیقه به 7 صبح هست به وقت ایران عزیزم. از اینکه به جمع ما پیوستید از همه شما عزیزان بسیار بسیار سپاسگزارم و سپاسگزاری میکنم از همه باورمندان به تمدن ایران شهری که برای رسیدن به خواسته های جامعه امروز، جامعه جوانی که هزاران آرزو در دل داره، برای اینکه بتونه از یک بار به دنیا آمدنش استفاده بکنه، برای رسیدن به آزادی، برای داشتن دموکراسی درون کشور، برای داشتن حق زندگی، سکولاریسم به معنی جدایی حکومت و حاکمیت از قانون اساسی، به این معنی که هر کسی دارای هر مذهبی که هست برای خودش محفوظ، اما حاکم که قانون اساسی هست، حاکم که یک فرد نیست، قوانین حقوقی و مدنی و انسانی است و عرفی نوشته میشه در قانون اساسی، بتونه حاکم باشه در اون کشور و هر کسی به هر خدایی، به هر مذهبی، به هر جانداری که حتی دوست داره اعتقاد داشته باشه و اون رو بپرسته، تا انسانها با هم درگیر نشن یا همدیگر رو تکیه و پاره نکنن، به دلیل اینکه خدای من از خدای تو بهتره، خدای من اول، خدای تو دومه، پیغمبر من اول، پیغمبر تو پیغمبر آخره و غیره. برای رسیدن به حقوق برابر زن ایرانی، زن دختر ایرانی که در طول 36 سال تکیه و پاره شده در اون کشور، برای حقوق مدنی این افراد، این اشخاص در اون کشور و برای تمام اینها، برای حفظ تمامیت ارضیمونه و حفظ نقشه جغرافیامونه که با نام ایران هست، امید دارم، آرزومندم تا جامعه جوان ایرانی بتونه با درس گرفتن و پند گرفتن از تاریخ و گوش دادن به حقایق تاریخی در کنار بزرگسالانی که همیشه ایرانی بودن و دلشون برای ایران میتپیده، بتونن به این خواسته‌ها دست پیدا بکنن و این رو پایه‌گذاری بکنن در اون کشور، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر رو پایه‌گذاری بکنن، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، نه حقوق اسلامی، نه حقوق شرعی، نه حقوق شیعی، نه حقوق تفکرات این حزب یا آن حزب، که امروز یه مقداری براتون توضیح میدم. آرزو میکنم تا این مفاهیم به صورت مشخص به درون ایران پخش بشه و همه بتونن ازش استفاده بکنن. حقیقتش خودتون دارین زندگی میکنین، حالا نمیدونم در کجا هستید، هر کسی در یک گوشه از جهان داره زندگی میکنه یا آویزان شده به قول معروف به تاریخ و این زندگی، دارید لمس میکنید که خود زندگی امروز در جهان به مقداری درش گرفتاری و مصیبت هست که دیگه واقعا حتی در انسان در جهان آزادم که زندگی میکنه خودش دارای هزاران گرفتاری های متفاوت هست، دشواری هایی که درون زندگی هر شخص، چه دختر، چه پسر، چه زن، چه مرد وجود داره، چه خانواده، چه اشخاصی که تنها زندگی میکنن. اینقدر زندگی سخت هست و هر روز برای رسیدن به راحتی زندگی سخت‌تر میشه، هر جامعه‌ای که صنعتی‌تر میشه زندگی سخت‌تر میشه. از یه قسمت شاید بتونه وقت زندگیش رو پسنداز بکنه، اما از طرف دیگه چه مقدار باید وقت بذاره برای اون قسمتی که میخواد استراحت بکنه، این هم زندگی
در کشورهای صنعتی است، دیگه انسان واقعا جا نداره براش که بخواد بپردازه به مثلا تو خیابون دارید راه میرید ادهی جلوتون رو بگیرن با اسلحه بگن آقا صندوق عقب تو باز کن، این خانومی که نشسته کناره خواهرت، مادرت، دخترت، زنت، این چرا حجابش کامل نیست، شما مسلمان هستی یا نیستی، آقا کارشناسایی تو بده ببینم از کجا میگی. یعنی اینقدر گرفتاری در اون زندگی هست، شاید 36 سال پیش که این کار رو با جامعه ایرانی میکردن و هنوز هم در بسیار از اوقات میکنن که دیگه ادامه دهنده اون راه بوده امر به معروف و نهی از منکر و اینجور چیزهایی که گذاشتن در دهان جامعه ایرانی و کسانی که خودشون روشن فکر هم میذاشتن قبول کردن به پیشباز رفتن و پذیرفتن، امروز دیگه جا نداره. اون 36 سال پیش مردم در راحتی زندگی میکردن که فکر میکردن اونم تازه باید نباید پرداخت. خمینی هم میگفت آب و برق مجانی، نمیدونم حقوق فلان مجانی، همه چی مجانی، این وعده ها رو بدید که ما فقط به قدرت برسیم. بعد اومدن گفتن حکومت اسلامی، اون تا آخونده در منزل میشینن و و و دروغای. ببینید کسانی که این برنامه توطئه جهانی رو ریختند و پرداختند و این نقشه رو کشیدند میدونستند که در 30 سال آینده، 35 سال، 40 سال آینده به دنبال چه چیزی میگردن، 50 سال آینده چه اتفاقی در اون منطقه میفته. وارد آوردن، من اینو همیشه تکرار میکنم، وارد آوردن یک ویروس به هر بدنی وقتی ویروس شناخته بشه مشخصه که هر انسانی دارای این ویروس بشه، گرفتار این ویروس بشه، به چه روزگاری کشیده میشه. یه چیز مشخصیه در علم پزشکی، وقتی شما ویروسی رو میگیرین، این ویروس مشخصاً وقتی که پزشکا مطالعه میکنن، بررسی میکنن، آزمایش‌های متفاوت انجام میدن روی شما، میدونن چون شناخته شده هست. در بعضی اوقات هم ویروس‌ها شناخته شده نیست، اما این ویروس اسلامی شناخته شده بود به دلیل اینکه 1400 سال از این دوران ازش میگذشت. میدونستن که اگر وارد چنین بدنی با نام ایران بشه در این دهه، در قرنی که همه میرفتن به دنبال پیشرفت، صنعتی شدن، دنیای آزاد و غیره، چه اتفاقی میتونه برای مردمش بیفته. و بعد از اون نه فقط مردمی که در اون زمان زندگی میکردن، بلکه فرزندان آینده اون کشور دچار چه گرفتاری ها و مصیبت هایی خواهند شد. مثل دقیقا انسانی که ایدز داشته باشه و بعد باردار هم بشه، یا فرزندی از اون شخص به دنیا بیاد و بعد اون فرزند هم دارای اون بیماری خواهد بود. این انتقال ویروس اسلامی بود که از سال 1979 اول در کشور ما و بعد سایر کشورها رو فرا گرفت، در بر گرفت و بعد یک به یک پیش اومد. هر کسی که دارای چنین ویروسی شد برای رسیدن به حاکمیت و قدرت بقیه رو تکی پاره کرد. کسانی که این نقشه رو گذاشتند جلوی پای افرادی که خودشون روشن فکر میدونستن و بهشون توضیح دادن که آقا با این نقشه وارد ایران میشی، خمینی رو وارد ایران میکنید، ازش میخواین که اینگونه صحبت بکنه، چون اصلا صحبت کردن بلد نبود. نبتاد ببینید خیلی جالبه براتون و اینو برای به خصوص بچه های جوان میگم نسل امروز بدونن، کسی رو میخوان وارد ایران بکنن، یک هفته قبل از آوردنش به ایران یک بار، فقط یک بار باهاش مصاحبه میشه به زبان فارسی، که اون هم در بسیاری از جواب ها ناکام میمونه و اصلا جواب نمیده، میگه اصلا الان وقت جواب دادن این صحبت ها نیست، بذار بریم ایران میگیم چیکار میکنیم. یعنی کسانی که این بسته‌بندی حکومت اسلامی رو با قانون اساسیش که از قبل نوشته شده بود، خمینی وقتی که وارد ایران میارنش، نه اینکه خودش بیاد، آوردنش، قانون اساسی حکومت اسلامی در هواپیما بهش داده شده بود، میدونستن دقیقاً چه قوانینی حتی درون کشور باید پایه‌گذاری بشه. دروغ‌هایی که تا به امروز بهتون گفتن رو کنار بگذارید، حتی در اسناد خود حکومت اسلامی هست صحبت‌هایی که خودشون کردن که ما در هواپیما چه کسانی بودن چه صحبت‌هایی با خمینی می‌کردن، بسته‌ای که بهشون داده شده بود، چه همه اینها بگذاریم. می‌دونستن که این ویروس وارد ایران بشه چه اتفاقی برای مردم می‌افته. در اون اوایل اینقدر مردم
شوی حسینی به قول معروف برشون داشته بود که سر از پا نمیشناختن، فکر میکردن که واقعا الان امامی از کره ماه به روی زمین اومده و همه چیز مجانی میشه، همه بعد از اینکه حتی عمرشون تموم شد میرن بهشت، 72 تا حوری خوشگل هم اونجا هست. هیچ کس هم فکر زن و دختر خودش نبود اصلا واقعا، که آقا از یه طرف ما داریم تو سر همین زنی میزنیم که دیروز با ما به فروشگاه ها میومد، به خیابان ها میومد، خودش تنهایی میرفت خرید میکرد میومد، دوستاش سرباز باشه، دوستاش پوشیده باشه، آزادانه میگشت، حق و حقوق در دادگستریش حفظ میشد، مدرسهش حفظ میشد، دبیرستان و دانشگاهش مجانی بود حفظ میشد. هیچ کس اصلا به زن و دختر و حتی مادر خودش فکر نکرد. این تا چه مقدار این ویروس میتونه خطرناک باشه که چشم شما رو دقیقا ببنده به روی واقعیاتی که در زندگی وجود داره، و این واقعیات هم اول تاثیرگذار هستش روی، در واقع این ویروس تاثیرگذار روی مردها، روی آقایون، چرا که اونها برای بازرویی دارن به خصوص در خاورمیانه و هم اکثر قریب اتفاق در سر زنشون، دخترشون و حتی مادرشون زدن تا به امروز شوربختانه، و اول مخ این افراد زده میشه تا از طریق اونها بتونن بر 50% جامعه دیگه که زنان و دختران هستن ستم وارد بیارن و بعد جامعه رو به جایی برسون که 36 سال داره ازش میگذره و این جامعه هر روز داره فقیرتر میشه. شاید تنها دستاورد این جامعه، یکی از بزرگترین دستاورداش این بودش که اسلام رو به صورت مشخص شناخت. من بارها توضیح دادم برای هموطنانم، جنگ من جنگ با مذهب نیست، اصلا مذهب چیزی نیست که من میخوام باش بجنگم. هر کسی هم که این راه رو بره راه بی راه رفته، به دلیل اینکه نه فقط مذهب، هر نوع ایدئولوژی شما جنگیدن با اون به نظر من اشتباس. شما بیاید طرح زندگی بهتر رو جلو پای مردم بگذارید، برای مردم توضیح بدید که اصلا ما از کجا اومدیم، چجوری اومدیم، و یا از طریق مطالعات یا از طریق رسانه به فرض برای مردم توضیح بدید، واقعیات رو توضیح بدید، گذشته تاریخی رو توضیح بدید، بدون اینکه بخواید فحش بدید، بدون اینکه بخواید داد بزنید، بدون اینکه بخواید فریاد بزنید، بدون اینکه بخواید بی احترامی بکنید. در اون اوایل شاید بعضی فکر میکردن که حتی روشنگری در رابطه با مسائل تاریخی حتی سیاسی و اسلامی اینها توهین به حساب میاد. میگفتن آقا بذارید هر کسی راه خودش رو بره. حتی کسانی که میدونستن این حرفو نباید زده بشه این حرفو میزدن. ولی بعدا متوجه شد جامعه که آقا از این طریق میشه در رابطه با اسلام، میشه در رابطه با تاریخ سیاسیش، در رابطه با تاریخ حکومتیش، در رابطه با وارد شدنش به ایران و غیره صحبت کرد و نتیجه گیری رو به عهده خود هموطنان قرار داد. هر کسی که ما وقتی میگیم سکولاریسم به معنی اینه که دقیقاً اگر کسی اعتقاد به مذهبش داره هر چی که هست برای خودش محفوظ، ولی قدرت اجرایی یا دولتی بهش داده نشه و یا حکومتی. وقتی یک تفکری، هر نوع ایدئولوژی، هر نوع ایدئولوژی چه سیاسیش چه مذهبیش، قدرت دولتی نظامی حکومتی و اجرایی میگیره، اون تیکه پاره میکنه مردم رو. حتی اگر مردم خودشون با دست خودشون اون رأی رو داده باشن، شما در ممالک متفاوت نگاه بکنید، در سر تا سر جهان به تاریخ سیاسی کشورها، به تاریخ مذهبی کشورها نگاه بکنید، مردمی این چنین گول خوردند در دوره‌های متفاوت، در زمان‌های متفاوت، چه اعتقادات یا باورهای مذهبی بوده، چه اعتقادات یا باورهای سیاسی بوده، مردم رو به خیابون‌ها کشوندن در هر دوره‌ای در هر کشوری، و بعد ازشون خواستن اگر به چنان حزبی، اگر به چنین دینی و یا مذهبی رأی آری بدید و همراه ما باشید زندگیتون بهتر میشه، هم در این دنیا هم در آخرت. البته کسانی که اعتقادات سیاسی داشتن به فرض حالا گروه چپ و غیره، شما رو به آخرت دعوت نمی‌کردن، چون از دیدگاه اونا میگفتن آقا آخرتی وجود نداره، دنیا همینی که هست و بعد همین یه باری که به دنیا اومدی ما زندگی بهتری بهت میدیم در اصل. ولی این گونه نبود، هیچ موقع هم زندگی بهتری در خدمت مردم قرار ندادن. مردم ازشون رأی گرفته شد، چه در جمهوری ها،
چه در نظام‌های متفاوت، چه در حکومت‌های مذهبی و غیره، و بعد همون چیزی که مردم با دست خودشون پرورونده بودن، یعنی بت بزرگی که چه به عنوان حزب، حزب سیاسی و یا چه به عنوان حزب و حزب مذهبی ساخته بودن، اینها اومد گردن خود همون مردم، همون پدران، همون مادران و همون فرزندان رو زد. این درس تاریخیه. وقتی ما اشاره میکنیم به مسئله که آقا سکولاریسم به معنی جدایی دین از حاکمیت، که این بهش میگن separation of church and state، که معنی این که آقا هر باوری داری دیگه، ما با در جنگ با مذهب تو نیستیم، شما میتونی بری خونتون در منزلتون با پول شخصیتون در منزل بشینید و 20 ساعت 24 ساعته اصلا عبادت بکنید، اون چیزی که در خودتون اعتقاد دارید. ولی دیگه دولت یا نظامی که متعلق به همه مردم هست نمیتونه بیاد از جیب اون کسی که اعتقاد به اعتقاد شما نداره یا اعتقادات شما نداره، از جیب اون بزنه و بگه چون مذهبی رو که شما دارا هستید در اکثریت هست، باید از جیب کسی که اعتقاد به مذهب شما نداره زده بشه و بعد به اعتقادات شما بپردازیم. شما بابت این که داری عبادت میکنی از طریق خودت، از دیدگاه خودت پول دریافت بکنی، یا کسانی که اصلا این راه رو و این روش رو دنبال بکنن صاحب مقام بشن. صحبت اینجاست. وقتی که براتون توضیح دادم در این توطئه جهانی 1979 همه چیز بر پایه دروغ بود، از روز اول گفتن استقلال، آزادی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، و بعد گفتن آخوند هیچ کاره خواهد بود و بعد همه در رأس کاراشون باقی خواهند موند. یک دروغ بزرگ. مگه میشه همچون چیزی؟ این که بگید به فرض جمهوری روسی باشه در اون زمان، آقای استالین هم هیچ کاره است، آقای لنین هم هیچ کاره است، اینا میرن میشینن تو خونه ماستشون رو میخورن، آقای انگلس هم هیچ کاره است، میره تو خونه میشه ماستشون میخوره. کسانی که خودشون تئوری این داستان رو نوشتن، تهیه کننده اون تئوری به فصل سیاسی و یا مذهبی بودن، مگه میشه برن بشینن دور از قدرت؟ چون هویتی نیست. هویتشون رو وقتی مطالعه میکنه همش بر پایه چه احزاب، چه تفکرات مذهبی، حالا در هر مذهبی، به غیر از خونریزی برای بشر چیزی به همراه نداشته، چون همیشه در تضاد بودن. احزاب و یا اعتقادات سیاسی میخواستن همیشه به قدرت برسن، فکر مردم نبودن. این صحبت من نیست، تاریخ رو مطالعه بکنید متوجه میشید من چی میگم. هر حزبی، هر سال در واقع تفکری که اومده ایدئولوژی رو نوشته، میخواسته صاحب قدرت بشه، ولی اومده از چه طریقی وارد شده؟ گفته آقا ما میایم برای شما کاری انجام میدیم. نمیتونسته بیاد بگه به همون راحتی میگم من میخوام گردنتون رو بزنم، که کتابی در اختیار شما قرار داده. در قسمت مذهبیش گفتن آقا کتاب نوشته شده هست، در اون زمان این همه آدم کشته شده اون کتاب هست، خب بیام از این کتاب استفاده بکنیم برای رسوندن خودمون به قدرت، خودمون، خانوادهمون و غیره. رفتن حوزه تشکیل دادن، رفتن کلاس های متفاوت تشکیل دادن، مدارس اسلامی درست کردن، چه در قسمت بخش سنیش چه در بخش شیعش، و بعد توسط افکار و یا باورهای مذهبی سوار مردم شدن، و یا افکار و باورهای سیاسی سوار مردم شدن، یعنی دکانداران دین بودن و دکانداران سیاست، که هر دوی اینها سوار بر دوش ملت‌ها بودن در طول تمام سالهایی که بشر روی کره زمین زندگی کرده. اگر خدایی وجود داره و اون توسط فرض بگیرید افرادی که میگن حالا فرستادنش روی کره زمین اومده میخواد به خدای بخشنده است و میخواد به انسانها بگه که انسان خوبی باش، انسان منطقی باش، آدم نکش، فلان نکن، بیسان، خب دیگه چاقو به همراه خودش نمیبره که، سر افراد رو نمیبرن بگن لا اله الا الله، با گوله تو سر کسی نمیزنن بگن لا اله الا الله، محمد رسول خداست، چه ربطی داره؟ محمد رسول خداست، پس من با سر تو رو ببرم. ما به فرض وارثان برحق
علی هستیم و حسن و حسین، پس ما باید بیایم شما رو تیکه پاره بکنیم و به شما بگیم چگونه زندگی بکنید. ما باید از حق ملت، از چاه‌های نفت ملت ایران، از چاه‌های گاز ملت ایران، از سرمایه‌های روی زمین و زیر زمینی ملت ایران استفاده بکنیم، پخشش بکنیم در جهان شیعه و شیعه‌گری که بتونن پدافن بکنن یا حمایت برسونن به ولایت فقیه و حکومت اسلامی. این داستان از روز اول بود. همون هفته بعد از این توطئه جهانی خدمتتون عرض کردم خمینی افرادش رو میفرسته به لبنان و فلسطین که بتونن همین جهاد اسلامی رو تأسیسش بکنن. به همین کار میشه سپاه قدس، جهاد اسلامی، همین گروه حماس که شما دارید میبینین، همه آغازش از اون سال 1979 شروع میشه با پول ملت ایران، پولهایی که به یاسر عرفات برای عمل چنین کار تروریستی در اون ایران انجام دادن تا بتونن از باورهای اسلامی و یا مذهبی مردم استفاده بکنن سوار بشن. این کماکان ادامه داشته تا به امروز و بعد از اینم ادامه خواهد داشت تا زمانی که جامعه متوجه بشه که به هیچ عنوان نمیتونه از طریق ایدئولوژی وابسته به هر سازمانی، وابسته به هر گروهی، حتی اگر 150,000 سال نوری بگن آقا ما داریم مبارزه میکنیم، مبارزه با کی میکنید؟ مبارزه با چی میکنید؟ غیر از اینکه خودتون به اهدافتون برسید و قدرت درون منطقتون، هر کس که باشه، اسلامیستا، شیعه‌گرا و تز خمینیست، تونست با حمایت غربی ها در سال 1979 و همچنین اروپایی ها به قدرت برسه و بعد تکه پاره بکنه مردمی که خودش به خیابون ها کشته شده بود، کشونده بود. دختران و پسران در همون روزهای اول تکه پاره شدن. کدام یک آزادی؟ ما که آزادی داشتیم. اگر کسی میگه آزادی نبود، به توضیح بده چه آزادی نبود. آزادی، بله آزادی نبود تو سر زن بزنید، خب این آزاد نبود. آزاد نبودید بیاین دختر مردم رو وسط خیابون بگیرید تیکه پارش بکنید، نه این آزاد نبود. آزاد نبودید کشور رو بفروشید و برید شوروی و بخواید از اونجا کتاب وارد بکنید، عقاید شوروی رو بعد از جنگ جهانی دوم درون ایران، در سنندج، در مهاباد، در جای جای دیگه بخواییم بپرورونید با پول شوروی. شوروی درشون برای ما سوخته بود که آدم فرستادن درون کشور در مهاباد اول پایگذاری بکنه حزبی رو تا بتونه منافع خلق کرد، اون موقع بهش میگفتن، نه منافع ایرانی رو، جدا سازی ملت ایران در بخش‌های متفاوت. چرا؟ پول متعلق به شوروی بود، وارد کردستانش کردن، ولی از طرف انگلیسی‌ها که در بعد از خروج رضا شاه درون کشور مواجه شدن با انگلیسی‌ها که آقا اونا هم حق خودشون رو می‌خوان، اونا هم می‌دونن در این مملکت چه سرمایه‌ای نهفته است. همون نشستی که بعد از نشست ست قدرت اون موقع جهانی، چرچیل و روزولت و استالین در تهران، که من فکر میشم روی اینترنت قرار دادم، روی فیسبوکم هم روی یوتیوب، شاید عده بسیاری میلیون ها ایرانی تا به امروز دیده باشنش، اما تا پخش از تلویزیون های دیگه هم شده. به این نتیجه رسیدن که آقا شوروی اون زمان وقتی که بعد از نبرد استالینگراد که در واقع روس ها شکست دادن آلمان ها رو در فکر میکنم ششم بهمن بود و بعد تقویت کردن در اون سال، این چنین تفکرهایی رو درون ایران وارد کردستان شدن، وارد مهاباد شدن، حزب تشکیل دادن، دولت تشکیل دادن به اسم اینکه میخوایم آقا حقوق کارگر، حقوق کشاورز، حقوق افراد این منطقه حفظ بشه. و از اون دوران کماکان ادامه داشته و بعد میایم یک به یک جلو. ببینید کسانی که سلاطینی که چه در حوزه نفت و یا گاز و یا سلاطینی که همیشه چشم داشتند اول به ایران و بعد به سایر کشورها درون منطقه، از راه‌های متفاوت با تفکر ایدئولوژیکی چه در بخش سیاسی و چه در بخش مذهبی وارد ایران شدند،
در بخش مذهبی انگلیس ها اومدند که بعد از رفتن رضا شاه بزرگ، بعد از تهدید کردن این مرد بزرگ و بردنش با زور، پایگذاری کردند اسلام بنیادگرا و شیعی رو درون کشور، و براتون در بخش خاطرات شفاهی توضیح دادم داستان اسلامگرایان و چگونه انجام شد، همه رو براتون توضیح دادم، از حوصله این بحث برنامه خارجه. همچنین در بخشی که شوروی اون موقع قدرت داشت، اونها هم اومدن این کار کردن، ولی تزشون تز سیاسی بود. یعنی انگلیس ها اومدن در تقابل با روس ها، اونها قسمت مذهبی رو برداشتند، روس ها اومدن قسمت سیاسیش رو، ایدئولوژی سیاسی وارد مملکت ما کردن و پول های آنچنان توسط حزب توده در اون کشور ما خرج میکردند. و بعد این دو، یعنی جنگ بین روسیه و جنگ بین، یعنی روسیه اون زمان، شوروی اون زمان و بعد انگلیس، در کشور ما با تقویت نیروهای سیاسی از طرف حزب توده و تقویت انگلیس از طرف نیروهای مذهبی شکل گرفت در اون کشور، پایه‌گذاری شد و هر دو اینها در پیوند با هم در توطئه جهانی 1979 در کنار هم قرار گرفتند. یعنی تونستند به توافق برسن که آقا این مملکت متعلق به ماست، تو قسمت خودتو بردار، منم قسمت خودم رو. آمریکا چه کار کرد؟ آمریکا تمام تسلیحات نظامی، افسرانی که تحصیلات عالیه داشتن در آمریکا، چه در بخش نیروی هوایی، چه در بخش نیروی زمینی، چه در بخش انگلیسیش، حالا تکاوران دریایی و غیره، همه اینها رو در یک جا جمع کردند. به وقتی که سالیوان وارد ایران میشه، قشنگ توضیح میده که پیوند بین ارتجاع سرخ و سیاه در اونجا شکل میگیره با همکاری آمریکایی ها، و بعد درخواست از ارتش ایران که آقا اسلحه تو زمین بذار، و در ترفند یا طرحی که اون زمان اعلام کردن، در واقع پیوند بین روحانی، وحدت، از واژه وحدت استفاده کردن، وحدت میان روحانیون و ارتش که به پاشیدگی کشور ایران و همچنین نابودی ارتش ایران و همچنین نابودی کشور ایران تا این مرز پیش رفته. براتون دارم این مسائل رو توضیح میدم، چرا که این داستان کماکان ادامه داشته و داره. یعنی نبرد بین انگلیس و روس اون زمان و حق کشوری مثل آمریکا که همیشه نفوذ داشته، وقتی متوجه شدن که میشه در قسمتی که از باورهای مذهبی، از باورهای سیاسی استفاده نکنه، میشه حتی با زورم وارد شد، آمریکا هم وارد شد، اومد در 2003 دید چیکار کرد در عراق، و این داستان کماکان ادامه داره. میدونستن چرا میخوان وارد عراق بشن، چرا باید صدام حسین برداشته بشه، و بعد از اون، بعد از اینکه تونستن تسخیر بکنن تمام چاهای نفت رو، این چاهای نفت در جنوبش به چه کشورهایی فروش داده بشه، لیست داده بشه، در شمالش به چه کشورهایی، و چه کشورهایی میتونن از دل این کشور عراق به وجود بیاد، و بعد از اون کشورهایی مثل انگلیس که از سالهای گذشته خدمتتون عرض کردم، و همچنین روسیه اون زمان، شوروی اون زمان که از سالهای قبلش درون کشور ما پولهای فراوانی توسط حزب توده خرج کرده بودند که پایگذاریش در مهاباد، سنندج و سایر قسمت ها بوده، در چه سالهایی بعدش میتونن، امکان این هست که بتونن از این نیروهاشون استفاده بکنن و بعد بتونن سه کشور درون عراق به وجود بیارن و بعد فقط به اونجا بسنده نکنن، چرا که فقط عراق تا یک مقدار نفت بهشون میتونه برسونه. این کشوری هست با نام ایران، این کشور رو چیکار باید کرد؟ خب انگلیسی‌ها دست بسیار بالایی دارن درون کشور ما به خاطر نفوذشون با آخوند و یا آخوندیز یا دکانداران دین، کسانی که از باورهای مردمی ساده دل و مهربان تا به امروز استفاده کردند، پدران و مادران ما، اون پدری که جانمازشو میندازه، اون مادری که جانمازشو میندازه، این اعتقادات اعتقاد شخصیش هست، برای اینکه آقا فکر میکنه که از رو آوردن به این کتاب یا خوندن به فرض مثلا این دعا یا نماز
زندگی بهتری رو انجام بده، گناهایی که نکرده بخشیده میشه. چیزی که اسمش میذارم گناه، اصلا این واژه گناه هم بار مذهبی داره که باید بهش پرداخت. ولی میگم وارد معقولات مذهبی نمیخوام بشم، فقط توضیح قسمت‌های تاریخی و سیاسی رو دارم خدمتتون عرض میکنم که استعمار جهانی چگونه تونسته از باورهای مردم ساده لوح ایران استفاده بکنه و بعد چون نمیتونن درون ایران در حال حاضر حداقل تا الان با اون شکلی که نسبت به خاورمیانه و سایر کشورهای دیگه عمل کردن عمل بکنن، ایران رو به صورت دیگری تکه پاره میکنن. و بعد از اون اومدن در اون سوال گفتن آقا شاه اگر بره همه چیز درون ایران حله، تمام مشکلات حل میشه، مشکل ما فقط مشکل شاست. شاه بره توسط بختیار، بختیارم پاشو کرد تو یک کفش که شاه باید بره. بزرگترین اشتباه تاریخی و بزرگترین اشتباه سیاسی، بزرگترین لطمه رو به ما همین شخص شاپور بختیار در اون زمان زد که شاهنشاه درخواست کرد آقا اگه میخوای من در مملکت باشم شما کارتو بکن، نه آقا شما باید بری، مشکل ما فقط شمایید. ایشون رفت گفت من نمیخوام خونریزی بکنم، من ایران رو تا به اینجا رسوندم، از این به بعد شما میگید فعالین سیاسی هستید، شما میگید ادعایی دارید در زمین مسائل سیاسی و اجتماعی و تاریخی، شما کار بکنید. ولی ایران نزدیک به 40 میلیارد دلار ذخایر ارزی، ایران با ارتشی قوی که مجموع لشکرهایی که ما داشتیم، مجموع به فرض تأسیسات نظامی که ما داشتیم، مجموع اونا دو برابر مجموع مصر و اسرائیل اون زمان بود. یعنی دو کشور در کنار هم قرار می گرفتن، مصر و اسرائیل که امروز همینقدر قوی هستش، ما اونها رو در بسیار از نقاط می تونیم شکست بدیم. این ضعف سیاسی افرادی که فکر میکردن به فرض، خیلی روشن خدمتتون عرض بکنم، مثل دکتر شاپور بختیار، من ناراحتم نمیشم از این که بعضی بهشون بر بخوره، چون واقعیت تاریخیه، واقعیت تاریخی رو باید گفت. همون مقدار که در رابطه با اسلام و کارهایی که اینها انجام دادن در اون کشور صحبت کنم، به قسمت سیاسی هم باید پرداخت، بعضی به رگشون میزنه بالا، ولی حقیقت این اشتباه. و تا آخر عمرش هم ایشون هیچ موقع نتونست رفقای خودش رو که 50 سال با هم به قول معروف آبگوش خورده بودن رو نقد بکنه و کتابی بنویسه راجع به لیست افرادی که چگونه مملکت رو ما رو به اینجا رسوندن. جانشین مصدق که بود کریم سنجابی، آیا شما ملت ایران چیزی در رابطه به خانواده این کریم سنجابی میدونید؟ آیا میدونید فرزندانش کجا هستند؟ آیا میدونید نوه‌هاش کجا هستند؟ آیا میدونید وابستگان دکتر محمد مصدق اینها در کدام کشورها زندگی میکنند؟ چه فعالیت سیاسی رو به عهده دارند؟ آیا کسی اصلا به دنبال این مسائل بوده و هست؟ یک نفر رو علم کردند، یک نامی رو، و بعد از اون توسط اون نام پشتش ایستادند و ملتی رو تا به امروز نابود کردند. و فقط به دنبال افکار، آقا افکار سیاسی، افکار سیاسی چیه؟ آزادی که دیگه احتیاج به افکار سیاسی نداره، خیلی ساده است، هر انسانی آزاده که بتونه راحت در مملکت خودش زندگی بکنه، بتونه عقاید شخصی خودش رو بنویسه، بگه، احتیاج هم به ایدئولوژی شرق و غرب نداره. افتخار آفرینی برای مملکت ایران که احتیاج به ایدئولوژی نداره. شما اگه می‌خواستین یک درختی در مملکت بکنید، نهالی رو برای مردم ایران که سال‌های آینده تبدیل به درخت بشه و فرزندان ایران بتونن از اون استفاده بکنن، که احتیاج به ایدئولوژی نداره، احتیاج به دانش داره، احتیاج به معرفت داره، احتیاج به وطن پرستی و وطن شناختی داره. آیا این کار انجام شد؟ خیر، همه برای رسیدن به قدرت در بعد سیاسیش به ایدئولوژی سیاسی چسبیدند و این مردم و این مملکت رو زمین زدن. در بعد مذهبیش هم همین کار کردن که هر دو این قسمت درون مملکت ما ریشه داشت، که ریشهش بسیار مشخصا اگه در اسلام بریم که برمیگرده به 1400 سال و به خصوص دوران صفویه، که چه مقدار پروانه داده شد، دروازه ها رو برای آخوندها باز کردن و آخوندیسم از اون دوران آغاز به کار کرد و دکانداران دیر اومدن برای زدن شعار متفاوت در جای جای کشور ما مغازه باز کردن با اسم آخوند. و بعد در بعد سیاسیش به صورت مشخص در همین قرنی که ما هستیم، از سال 1920 به این ور شروع میشه، به صورت مشخص با پولهایی که به حزب توده داده میشه،
دارید میبینید، حالا احزابی هم که هستن و خیلی هم ادعاشون میشه برای خودشون محفوظ که میگن آقا ما برای فرض بگید ملت آذربایجان، برای ملت کرد، برای خلق کرد سینمون رو داریم سپر میکنم، در صورت که هیچ کدوم از اینا اصلا صحبت بر سر ایران نمی کنن. هیچ صحبت از اینها بر سر استانهای دیگه نیست. من ایرانی برام آذری و بلوچ و کرد و فارس و مازندرانی و لرستانی و گیلانی و شیرازی و فارس اینا نداره. اگر من عاشق ایران هستم، احتیاج به وجود آوردن تفرقه درون کشور ندارم و بعد نوع تفرقه رو جوری بازگو بکنم که بگم آقا امروز ما احتیاج به فدرالیسم داریم. اون زمان میگفتن آقا شاه بره حله. دیدیم که چه شد. حتی کسی که تمام این دانش ها رو داشت، شاهپور بختیار، به خاطر فعالیت های سیاسیش کشته نشد. شاهپور بختیار به دلیل دانش بیش از حد در رابطه با این توطئه جهانی، افرادی که لیستشون، چه افرادی که فراماسون بودن، چه افرادی که فعالین سیاسی همراه با دکتر محمد مصدق بودن که در طول تمام این راه با شاهپور بختیار بودن، چه افراد دیگه در بعدهای مذهبی که از آشنایان ایشون بودن، ترور شد به خاطر اینکه مبادا لیست این افراد رو در کتابی که یه روزی امکان داشت به چاپ برسه اسناد رو بگذاره و بگه آقا بله ما این اشتباهی، ما این کارا رو کردیم. بله در بعدی که قدرت داشت در نخست وزیر درون کشور نتونست کاری بکنه، چه بسا بیاد در خارج از کشور و بعد پول از صدام حسین گرفتن و اینا، که اصلا خراب کرد تمام فعالیت های شاید نیک خودش هم که حتی در ذهن خودش میپروردند هم خراب کرد. اصلا جایی برای پدافند ایشون برای خودش باقی نذاشت در تاریخ. شوربختانه اینو من نمیگم، این واقعیت تاریخیه که دارم براتون توضیح میدم. دارم اینو براتون توضیح میدم که ببینید در هر دو بعدش، چه فعالیت های سیاسی که دارای ایدئولوژی هست و چه در بعد مذهبیش که دارای ایدئولوژی یا کتاب قرآن هست، اینها نابود کننده است برای یک مملکت. اگر در قانون اساسی، اگر در ستون فقرات یک کشور از یک مردم نوشته بشه و این مردم تک پاره خواهند شد. امروز در اون زمان میگفتن شاه بره حله. 36 سال گذشت، بیش از 36 ساله که شاهنشاه در اون کشور نیست. کدام یک از این گروه های سیاسی که ادعا داشتن تا به امروز تونستن کاری بکنن؟ کدام یک از اون بزرگان تونستن که خودشون خمینی رو به ایران آوردن درون ایران موندن؟ اولین کسایی که خودشون هم خمینی رو به ایران آوردن با پول های غربی ها که کریم سنجایی بود، خودش سه سال اندی بعد از کشور خارج میشه و براتون صداش هم پخش کردم، میاد در چیکوی کالیفرنیا تا آخر عمرش هم اینجاست، بعدش هم میمیره و میره، اصلا کسی نمیدونه تو این کجا خاک شده. چگونه جامعه فراموش میکنه؟ چه کسانی مسئول فراموشی مردم هستند؟ کسانی که مسئول هستن پشت میکروفون ها به عنوان روزنامه نگار، به عنوان برنامه ساز، به عنوان پژوهشگر تاریخی، به عنوان کسانی که خودشون رو کاسه داغ‌تر از آش برای مردم ایران میدونن و میگن آقا ما 50 سال 60 سال این کارو برای مردم انجام، کدام یک از این واقعیت ها رو بازگو کردند؟ چرا ملت ایران، چرا به خصوص جوانان ایران، جوانان که ایران نمیدونن هیچی، چگونه گرفتار این مصیبت شدن به اون صورت؟ چه کسانی نقش داشتن؟ تمام کسایی که نقش داشتن همین امروزم در صدای آمریکا، در بی بی سی، در رادیو فردا، در همین تلویزیونای لس آنجلسی کماکان نقش دارند. این مسئله توضیح نمیدن به خاطر اینکه قرار نبوده اصلا توضیح بدن، پول میگن که توضیح ندند، پول میگن که بیان آقا حالا بیم راجع به اقتصاد روحانی صحبت بکنیم. به نظر شما که روحانی اومده وضع ملت ایران بهتر خواهد شد؟ خواهم شما نظرتون رو بگید. شما از خرید مرغ امروز راضی بودی یا پنیر امروز مثلا قیمت گرمش بالاتر رفت؟ وقتی جامعه ای تاریخ خودش رو
به فراموشی میسپره، فرزندان پاکش رو میگیرن تکه پاره میکنن و جامعه خاموشه. این روزگارشه. گفتن شاه میره همه چی درست میشه. امروز در رابطه با حالا میگن استعمار چیکار میکنه؟ اول میاد هویتت رو ازت میگیره، شناسنامه ایرانی تو ازت میگیره. وقتی اینو باطل کرد، خیالش راحت شد که دیگه نیست، تیکه پارت میکنه به چند قسمت و بعد از این چند قسمتی شروع میکنه همون افکار سیاسی. حالا افکار مذهبی دیگه کار نمیکنه، دیگه خریدار نداره، دیگه مردم فهمیدن که اگه تو سر خودشون بزنن به خاطر حسین و حسن و امام زمان و علی و ایکس و ایگرگ، نون شب برای بچهشون نمیشه که هیچ، بلکه خودشون هم میگیرن تکه پاره میکنن. وقتی جامعه میبینی که خود مؤمنین و بعضی از این آخونده با درگیری با هم، مثل همون داستانای سابق، تاسو و عاشورا بعضیشون تو زندانن، به این نچه میسه خب اینا که اینا به من حسین رو یاد دادن، حسن رو یاد دادن، گفتن تو سرت بزن به خاطر 21 شعبان و علی و این جور چیزا، اینا که خودشون تو زندانن، پس منی که به اسمم به فرض مثلا مشت فلانه که رفتم مشهد، یا حاج فلانه که رفتم حج تمتع و عمره، من که کلام پس مرکز. آقا پس بچست همین زندگی خودمونو، آقا ول کن جامعه رو، این جامعه درست بشو نیست، تک خوری به وجود آوردن در اون جامعه، این فرمولیه که در هر جامعه کار میکنه. حال اینجا در اسلامگرایان کار کرد، در اون کشور مسیحی ها هم این راه رو رفتن، کلیمی ها هم در دوره این راه رو رفتن، هر مذهبی که دارای ایدئولوژی بوده این راه رو رفته. اینها کپی برداری از نسل های متفاوت بوده. وقتی خدمتون دارم عرض میکنم در توطئه جهانی 1979 میدونستن که چه ویروسی رو دارن وارد ایران میکنن و بعد از وارد شدن این ویروس به بدن این جامعه، این جامعه چگونه از هم متلاشی میشه. به اینجا میرسیم که در زمانی که دیگه ویروس اسلامی کار نمیکنه، شبیهش هم درست کرده بودن، حالا بهتون وقت برسه براتون هم نشون میدم، یک به یک فیلمای متعددی هست میخوام بهتون نشون بدم. اومدن چیکار میکنن؟ ویروس اسلامی دستش باز شده که آقا دیگه نمیشه از باورهای مذهبی دیگه در این صد استفاده کرد، بیا به مردم بگه آقا ما میخوایم جهاد سربازان امام زمان رو بندازیم، 20 میلیون نفر هم احتیاج داریم که برید روی این مینا کشته بشن، اما شما برید کشته بشید که ما بتونیم به بهشت برید. به پدران و مادران و فرزندانشون اینو میگفتن، خمینی همینو میگفت، آقا شما برید کشته بشید، 20 میلیون ما جوان احتیاج داریم که من و خانوادم و بقیه آخونده بتونیم در این دنیا زندگی بکنیم. تو الان هم همینطور بوده، عکس چند آخوند شهید شما چلچراغشو دیدید، ولی چند جوان ایرانی تا به امروز، چند صد هزار جوان ایرانی تا به امروز، چند میلیون جوان ایرانی تا به امروز تکه و پاره شدن. چرا؟ به دلیل اینکه این تز این گونه هست. در احزاب سیاسی هم همین گونه عمل کرده و خواهد کرد، استفاده و سوء استفاده از باورهای مردم برای شعار دادن اینکه آقا ما اگه بیام سر کار زندگی بهتری برای شما. این دنیا مذهبی خیلی زبلتر بودن، گفتن آقا ما همین دنیا تو میسازیم هم آخرت تو. اون سیاسیه که دیگه میبینه خب آقا این یکی اینو به مردم فروخته، من دیگه نمیتونم بهم چیزی دیگه بفروشم، آخرت رو نمیتونم بفروشم، اما دنیا رو میفروشیم. تبلیغ این که آقا حالا راجع به فدرالیسم صحبت بکنیم، حالا شاه رو کشتیم رفت، مردم متوجه شدن که آقا شاه هم بره نه اینکه وضعشون بهتر نمیشه، بلکه سقوط اخلاقی، سقوط اقتصادی، سقوط فرهنگی، سقوط تاریخی میکنن، میرن در اعماق چاه جمجران گیر میکنن. پس امروز میایم در رابطه با مدعیان فدرالیزم با هم صحبت میکنیم. آقا نمیشه در این نشست ها نشست و افرادی که از سالهای گذشته که خدمتون عرض کردم، از طریق شوروی سابق در کشور ما، در کردستان ما اومدن پایگذاری کردن، در تقابل و جنگ بودن با کردستان، نمیشه با انگلیس ها نمیشه اینها رو ندیده گرفت. اینا هم سابقه دارن، 80 سال به فرض سابقه دارن، اینا فعالیت کردن، میخوان صداشون رو نشیده بگیریم. آقا صداتون چی هست؟ آیا در رابطه با تهران صحبت میکنید؟ آیا کرج براتون مطرحه؟ آیا مازندران؟
آیا گیلان، آیا اصفهان، آیا شیراز، آیا قم، آیا کاشان. ما میخوایم فقط در رابطه با خلق کرد صحبت بکنیم. اون یکی هم بلا فاصله میفتن آقا ما هم میخوایم در رابطه با خلق آذربایجان صحبت بکنیم، منطقه جدا شده از شوروی سابق. ما ملتی بودیم و این ملت ها میبایست آزاد باشند و این شعارها میبایست. اینو دارم توضیح میدم برای کسایی که خیلی ادعای فضلشون میشه. بیش از این بر سر این ملت کلاه نگذارید. این ملت دیگه توان نداره نفس بکشه. اگر شرم از خود نمی کنید، از تاریخ، از آینده شرم داشته باشید. اون کسانی که میگفتن شاه بره و شماها که میگفتید شاه بره همه چی درست میشه، 36 سال گذشت. 36 روز نیست، 36 ماه نیست، 36 سال گذشت و شما تمام توان، تمام قدرتتون رو داشتید، تمام تجربیاتو داشتید بهتون کاری بکنید. حالا کاری که نکردید چی؟ بیشتر تفرقه بندازید دیگه. سلاح اسلام برای زندگی بهتر کار نمیکنه، حالا فدرالیسم. ببینید عزیزان، مسئله فدرالیسم مثل قرص به فرض نوع آنتیبیوتیک میمونه. من اینجوری خدمتون عرض بکنم، از رشته پزشکی به فرض، شاید شما این رو درک کرده باشید، به پزشکان متفاوت مراجعه کرده باشید، متوجه میشید که من چی دارم خدمتون عرض میکنم. برای یک بیماری ده ها نوع قرص آنتیبیوتیک متفاوت وجود داره. برای افراد متفاوت، برای مبارزه با یک ویروس آنتیبیوتیک متفاوت وجود داره. بعضی از آنتیبیوتیک ها هستش که شما وقتی میرید پزشک براتون مینویسه نمیتونید اون رو استفاده بکنید، به خاطر اینکه ناراحتی بهتون میده، ناراحتی های متفاوت، بدنتون ریاکشن از خودش نشون میده و اصلا نه تنها بیماریتون رو خوب نمیکنه، بلکه بدنتون رو حالتش رو عوض میکنه. حالا ناراحتی های پوستی پیدا میکنید، ناراحتی های گوارشی پیدا میکنید، هزار ناراحتی های متفاوت. پس بنابراین یک بدن اینگونه نیستش که آقا یه آنتیبیوتیک بذاریم هر کس که این مریضی رو گرفت همونو بشودیم بخوره، یا پنسیلین. میبینید حتی پنسیلین که اینقدر در بسیار از بدنها کار میکنه، در بعضی از بدنها ریاکشن بد داره و اصلا امکان داره فلج بکنه حتی اون بیمار رو. به خاطر اینکه به خاطر همین هم است که وقتی به پزشک مراجعه میکنه ازتون میپرسه آیا حساسیت دارین به پنسیلین یا خیر. پنسیلینی که میتونه دوای درمان شما باشه، میتونه دوای فلج کننده شما باشه، یه دارویی باشه برای فلج کردن شما. فدرالیسم اگه بخوایم از واژه‌اش استفاده بکنیم، میتونه در بسیاری از کشورها درست عمل بکنه. چرا؟ دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید یک نکته بسیار بسیار کوچک و ظریف در این هست که اگر بهش رعایت توجه نکنید، همون داستان شاه بره است. با یک کلمه آقا فقط یه نفر از مملکت ما بره، کاری نداریم، شاه بره، همه چی درسته. شاه رفت، این بازی سیاسی به کجا کشیده شد؟ حال امروز این آنتیبیوتیک فدرالیسم رو دارن به خورد این ملت میدن کم کم، یعنی مردم رو آماده میکنن برای، چون خدمتتون عرض کردم مردم در کشور، در استانهای به خصوص مرزی شبیه خمیر شدن به خاطر هزاران هزار گرفتاری های اجتماعی، سیاسی، تک پاره کردن هایی که حکومت اسلامی واقعا رحمی نداشته از روز اول تا به امروز. ولی ربطی به تاریخ ما، ربطی به جغرافیای ما، ربطی به شناسنامه ما نداشته، چون جغرافیای ما بوده اما شناسنامه هویت ایرانی در اون کشور در رأس نبوده، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر نبوده. چون ربطی به جغرافیا داره که بخوام عوضش بکنیم، ولی اینجوری نمیگن. همون داستان آقا شاه بره همه چی درسته، همه چی حله. امروز فدرالیسم، آقا باید صدای این افرادم شنید. این افراد پدر بزرگش به فرض در مهاباد در رأس بوده، در سنندج در رأس بوده، اون یکی میگه من در تبریز اون سالها این کارا رو کردم، این یکی از اهواز میاد الاهواز میشه میگه آقا اصلا اینجا کشور عربی اهواز خوزستانه،
و بعد چیکار میکنن؟ کشورهایی که دارای فدرالیسم هستن، مثل همین آمریکا، مثل کانادا، مثل آلمان، اینا کشورهایی بودند که اصلا تاریخشون با ما فرق میکنه، بدنشون با بدن ما فرق میکنه. من بدن که میگم، نه نه شکل چیز هست، حالا شاید شکلیم فرق بکنی، من ایرانی ها رو زیباتر میدونم، ابلاز فیسیال برای خودش محفوظ. اما حالا نگید پس فردا نمیدونم این پرجیدیست آقا نشسته اونجا، نشسته این چیزایی داره میگه، ای کات بکنن، ای ادیت بکنن، بذار سلیقه است دیگه، داریم راجبه سلیقه صحبت میکنم. من عاشق ایران و ایرانی بودم و هستم و خواهم بود تا دم مرگ. به هر روی، کدام کشور در جهان سراغ دارید که 28 استان داشته؟ حالا جدیدن شده 28 استان، اون موقع که من در اون کشور بودم 24 استان بود، حالا فرض میگیم همون 24 تا استان است. در هر استانی شهر و شهرستان های متفاوتی وجود داره و بعد از این هر کدامشون فرهنگ خودشون رو دارند با گویش خودشون، لهجه های متفاوت. یک کشور در جهان به من نشون بدید این گونه است. شما کشورهایی رو که مثال میزنید که آقا ببینید دولت فدرال دارند و ببینید چقدر قشنگ داره کار میکنه، اینها بر سر فرهنگ های خودشون مشکل ندارن. فقط من یک قسمت رو توضیح بدم برای اینکه ببینید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که حتی کشور بزرگی رو مثل کانادا در یک روز به دو قسمت تقسیم بکنه، یک قسمت فرنچ یا فرانسوی نشینش و قسمت انگلیسی نشینش. درسته اونجا فدرالیسم و فدرال هست، اما میتونم این چنین با به وجود آوردن یا بالا بردن تحریکات سیاسی حتی یک کشور مثل کانادا میتونه تغییر پیدا بکنه از لحاظ جغرافیایی. اول میگن آقا مسئله نیست، به نفع هر جفتمونه، شما بباز به نفع جفتمونه، چون ما حضور داشتیم، ما 70 سال 80 سال اینجا بودیم. حالا نگاه نمیکنه آقا ایران هزاران ساله که بوده، بعد کوچیک و کوچیکترش کردید با نامهای متفاوت، یه بار سیاسی، یه بار مذهبی، یه بار جنگ، یه بار کشتار، یه بار. یک کشور در جهان به من نشون بدید شبیه ایران، یک کشور با به وجود آوردن فدرالیسم یا مطرح کردن این درون جامعه. همون داستان شاه بره همه چیز درسته برای من تداعی شده. اون زمان ما بچه بودیم، نه اصلا حضور داشتیم درون جامعه سیاسی، نه در درون جامعه خودمون، فقط یه توپ کوچک پلاستیکی دولایه که 24 ساعت هم میفتد خونه همسایمون و باید میپریدیم تو حیاط، میرفتیم برمیداشیم، نوبتی بود میگم آقا این دفعه نوبتی تو از دیوار بپری پایین، در همسایه رو باز کنه تو حیاط توپو برداری بگیری. ما سرمون گرم این داستانا بود، کسی به ما این داستانا رو اصلا زمانش هم نبود، بچه بودیم، باید بچگی میکردیم. ولی اون کسانی که ادعا داشتند، مدعی بودند، چه کردند به تاریخ ما، به آینده ما، به زندگی ما، که به مهاجرت 26 ساله من اینجا و سایر هموطنانم 35 سال و غیره کشته شده. چرا؟ به دلیل اینکه توانایی نداشتند یا اینکه مزدور بودند. مثل همون پزشکی میمونه که داروی اشتباهی تجویز بکنه، یا پزشک خریداری شده مثل پزشک شاه، شاهنشاه که بخوان بکشنش، آقا بکشتش بره. شرکت های نفتی منتظرن صدام حسین رو شیرش میکنیم که به ایران حمله بکنه. همه چیز آماده است. اول گفتیم تحریکات انجام بشه که شاه رو از کشور بیارن بیرون، الان در دست ماست، میتونیم توسط این پزشکم بکشیمش، در بیمارستان راش ندیم، آواره جهانش بکنیم. آقا شرکت های نفتی منتظرند که تکه پاره بکنند کشور ایران رو با شعار درود بر خمینی، سلام بر مصدق، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آخوند هم میخواد بره تو خونه بشینه، کاری نداره، اصلا خمینی میخواد بره تو قوم بشینه، منزل رفقاش که با
به فرض هم دوره‌ایاش که در اون زمان در فیضیه بودن آغوش بخور، کسی با حکومت کاری نداره. طالقانی میگفت ما اصلا وارد حکومت نمیخوایم بشیم. بهشتی میگفت آقا اسلام برای برابری آمده است. فدرالیسم بهترین راه برای کشور ایران. آخه مدعی هستن، جواب اینا چی بدیم؟ جواب خیلی ساده است. کشوری در جهان گیر بیارید که دارای چنین فرهنگ هایی درونش هست، که در چنین زمانی که این همه فشار اقتصادی، فشار فرهنگی، فشار دادگستری، فشار به روی دختر و زن ایرانی، فشار هر نوع فشاری به این افراد هست و بعد آمادگی منفجر شدن این کشور داره از هر سو، به خصوص شهرهای اطرافش، و بهمیدام میدین چه مشکل شما حکومت اسلامی حالا یک سو، ولی بعد از اینکه حالا اینا بخوان برند، یعنی شعار اسلام برای برابری کار نکنه، بگیم آقا اسلام در خطر، مردم بگن خفه شو، بیان بگیم آقا فدرالیسم الان یه نسخه خیلی زیباتر خوشگلتر براتون داره. اگه شما فدرال بشی، قدرت زیر دست حکومت مرکزی نباشه، نون تو روغن آقا، چی می‌خواستی؟ زبان خودت رو سکونی می‌کنی؟ فرهنگ خودت رو یکی نیست به این مردم بگه، یا به این مردم نه، به این اشخاصی که این مردم ساده رو تحریک میکنن بگه چند هزار سال کردستان وجود داره یا کردها وجود دارن درون کشور ما، درون ایران، فدرال بودند، از طرف شوروی اومدن، به فرض مثلا 3000 سال پیش لنین به اینها درس جمهوری و فدرالیسم داره که فرهنگشون حفظ بکنن. ما هزاران ساله که با نام کشوری مثل ایران دارای فرهنگ ها و تیره های متفاوت درون کشور بودیم که گویش متفاوت داشتند و جزو زیباترینند، که اصلا ربطی به مسائل سیاسی نداره. تنها چیزی که این ملت احتیاج داره روشنگری در رابطه تاریخ خودش. آقا شما اگه کردی که کرد دیروز به دنیا نیومده، هزاران سال اونجاست، ایرانی بوده هست و خواهد بود، هر جا که کردی هست اون ایرانی است، اما اینطوری به شما نمیگن. جدا کنید، آقا کشور کردستان درست کنید، یه کشورم بدیم به کردستان، و بعد چون خوزستانیا کردستان میبینن آقا اینا جدا شدند، ما چرا جدا نشیم؟ تحریکات انگلیس همون داستان در خوزستان. دارم خدمتتون عرض میکنم شرایط رو نگاه بکنید، همه چیز آماده است برای تکه پاره شدن کشور ایران. عراق که دارید میبینید به چه صورت در اومده، شرایطش رو اوباما جوری درست کرد، سربازان رو کشید بیرون، میدونست ویروس ها کجا هستن، چگونه عمل خواهند کرد. تاوانش رو کی باید بده؟ مردم عراق، مردم سوریه، مردمی که در مرزها زندگی میکنن، و خبرنگاران ساده دل و یا زحمتکش که اونجا بودن. همین امروز هم داعش کیشونو سر برید، اول فیلم اوباما رو براش پخش کردن و بعد اینکه آقا ما اومدیم قسمت‌های نظامی شما رو که داعش هستن رو میزنیم، که جلوی پیشرویتون رو در شمال به سمت کردها و ایزدی‌ها، که به نادرست میگن یزیدی‌ها، ببینید اینا دیگه چقدر بی‌سوادن، نمیدونم این یزیدی‌ها رو کی انداخت کرد دهن اینا، ایزدی‌ها رو هنوز نمیدونن تلفظ بکنن، و برای کاخ سفیدن فرستادند. تمام این مردم هستن که باید تاوان بدن تا عراق به سه قسمت تقسیم بشه، و بعد نوبت قسمت دیگه از سوریه و ایران خواهد بود. چرا؟ تمام اینها به خاطر دلسوزی مردمه، به خاطر اینکه این کشورها و یا شرکت‌های نفتی یا فراماسون‌ها یا غیره دلشون به حال مردم مظلوم سوخته، یا از طرفی آخوندهای شیعه دلشون به رفتن بهشت مادر پدر من و یا برادر خواهر من و شما میسوزه، یا از اون بر گروه داعش که زیر نظر خود CIA عربستان سعودی، پاکستان، قطر و سایر کشورهایی که دست داشتند برای به وجود آوردن یک نیروی فعال سنی که در اونجا داشت سرنگونی به فرض بشار اسد رو به وجود می آورد زده بشه، مبارزانی که وطن پرست بودن سوری داشتن با بشار اسد می جنگیدند، آزادی بخشش داشتن می جنگیدند، نیروی سومی رو با نام
حامیان وارد کردن تا بگن آقا ما هم داریم با بشار اسد می‌جنگیم، اما واقعا نمی‌دونستن که اینا هم آزادی خواهان رو هم دارن تیک پاره می‌کنن. از همونجا داستان شروع شد، همین ابوبکر بغدادی از همونجا بهش قوت داده شد و کسی هم نیز نپرسید که آقا این گروه ها، این گروه داعش مگه میشه یک شبه این همه نیروی نظامی داره، موشک، قراردادهای نفتی بشند و بعد چیزی دیگه خدمتتون عرض بکنم. آیا شما فکر میکنید تمام کسانی که وابسته به داعش هستن اینو همه نابود میکنند تا نفر آخر؟ قسمتی از این افراد درون کشور عراق زندگی میکردند و میکنند کم و کان، اینو مدعی هستند. سازمان ملل اینها رو نمیدونه، نمیبینه؟ یونایتد نیشن خبر نداره؟ سازمان های جاسوسی و جاسوسی خبر ندارن؟ همه میدونن، ولی قرار نیست کسی چیزی بگه. قراره که این منطقه تیکه پاره بشه، منتها باید شکلی به وجود میآوردن، شرایطی رو درون منطقه به وجود میآوردن که بابت پذیرش قرار بگیره، که اگه میخوان حرکتی رو انجام بدن این حرکت درون مملکت متوقف نشه. صحبت زیاده، برای به وجود آوردن شرایط خوب زندگی شما احتیاج ندارید به سخنان افرادی که نظر دارن به اون آب و خاک بندازید یا گوش بدید. فقط احتیاج دارید که به خودتون، به تاریختون، به منطق انسانی و قدرت شخصی باور داشته باشید، با تکیه به هویت ملی و ایرانیتون، که آقا این هویت ایرانیه که میتونه راهگشا باشه، نه مذهب، نه ایدئولوژی سیاسی، نه این حزب، نه اون حزب. به وجود آوردن این احزاب به معنی رساندن قدرت و در نهایت همین هم نشون داده شده، اون افراد بوده در اون کشور و یا منطقه و بعد مردم مجدداً باید برده این احزاب باشند. برای رسیدن به آزادی فقط غیرت و دانش احتیاجه، باید پایه‌گذاری قانونی که حقوق، همه نوع حقوق انسانی یک فرد درون یک کشور حفظ بشه. نماین اگه میخواین زبان منطقه‌ای تقویت بشه، تقویت 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال بوده، تقویت نشده، از بین رفته. دروغگویی تا چه اندازه، شارلاتان بازی تا چه مقدار، انگاری که مثلا کردستان فقط 100 سال خدمت داره یا هموطنان کرد ما فقط 100 سال اینجا هستن. فدرالیسم یک دفعه اومده به سراغ و نجات این هموطنان که بخواد اینها رو از دهان اژدها بیرون بیاره، و بعد اصلا صحبت راجع به بقیه زندانیا نمی‌کنن. میگن ما دلمون به حال بقیه هم می‌سوزه، اما اول فعلا خلق کرد. تنها خوری، همون کاری که حکومت اسلامی و خمینیزم انجام داد. خمینیزم اومد گفت هر کسی که اسلام هست، مسلم هست، با ما هست، بقیه همه تک پاره خواهند شد. اینا هم همون حرفو میزنن. هر کسی که فقط بگه خلق ما، خلق چیه؟ ما یک کشور داریم، یک قومیم، قوم آریا، با تیره های متفاوت، با فرهنگ متفاوت، با گویش متفاوت، که اصلا ربطی به قانونگذاری بر پایه حقوق بشر در اون مملکت نداره. مجدداً چرا میخوان سوء استفاده بکنن از باورهای قومی و یا تیره‌ای و یا فرهنگ مردم درون کشور؟ شاه بره همه چی درسته. در زمانی که این اتفاقات داره میفته، اجازه بدید زیاد صحبت کردم، مملکت ما دارای هزاران مشکله متفاوت هست. حتی اگر حکومت اسلامی فردا به دست ملت ایران درون کشور تکه و پاره بشه، مردم تازه سر از خواب برمیدارن، بلند میشن، عده‌ای که در زندانن میان بیرون و میبینن واقعا چگونه ایران تکه پاره شده. تازه همدیگر رو نگاه میکنن، میگن چیکار باید کرد؟ میخواییم زندگی بکنیم درون کشور، آسینا رو باید زد بالا، کار کرد، سرتو بندازی پایین، برای آب و خاکت کار بکنی. مسلمونی، مسیحی هستی، زرتشتی هستی،
کردی، بلوچی، لوری، اعتقاد سیاسی، جمهوری خواهانه است، پادشاهی، اصلا ربطی نداره. آقا میدونی چگونه باید آب و خاک و با هم قاطی کرد ساخت؟ میدونی چجوری باید نهال کاشت؟ احتیاج داری که آسین تو بزنی والا عرق بریزی. میخواین عرق بریزی؟ نه، میخواین حزب درست کنی بشین اون بالا بگید آقا میدونی چه، من به شما قول میدم که اگر شما رو من رأی بدید ببازید به نفع جفتمونه. شما اگر جدا بکنید از این قسمت بیان بیرون، من میدونم من تاریخ، من بابا بزرگم اینجا بوده 80 سال، ما خون دادیم، جوون دادیم، همون حرفایی که خمینیزم و اسلامیستا و همین داستان به شکل دیگری دست میشن میذارن دموکراتی. خمینی هم نمیگفت الان جایی این حرفا نیست. مگه میشه آخه یک رهبری بخوام وارد ایران بکنن، ملت ایران، مردم ایران نتونن قبل از ورود این، آوردن این شخص به ایران یک مصاحبه در خارج از کشور باش بکنن؟ چند صد هزار مصاحبه تا به امروز که مصاحبه هم نبوده، بیشتر شبیه محکوم کردن یک شخص در دادگاه بوده که این افراد بعضی انجام دادن، با شاهزاده رضا پهلوی انجام شده. آقا شما برگرد ایران چیکار میخواد بکنه؟ اول بیا توبه بکن، اول بیا عذرخواهی بکن بابت دوران پدرت، یعنی خل سلاح کردن این شخص، تیکه پاره کردن هویت ایرانی در همون بعد. ولی وقتی با این افراد صحبت میکنه، آقا من با بزرگم 80 سال جنگیده، اصلا تو این راه کشته شد، اعدام شد، نمی اون یکی فلان شد، بیسار شد. چی بگم واقعا؟ ببینید رسانه دو تا کار میتونه بکنه. میتونه شما رو از وسط جر بده، هم شما هم خانوادتون رو، هم مملکت رو، هم هر آنچه که دارید. از طرف دیگه میتونه کاری بکنه که شماها به هم بپیوندید و زیباترین خانواده رو در جهان تشکیل بدید با نام ایران. بستگی به خودتون داره، انتخابش با شماست. ولی برای بیشتر پی بردن به آنچه که درون کشور داره میگذره، که اون کسی که خیلی به فکر خلق کرد هستش، بیاد این فیلمی که براتون پخش میکنم از ایران به دستم رسیده توسط یکی از دوستان که سالهای پیش 5 سال 6 سال پیش این رو ادیت کردم، یک بار فقط پخش شد در اونم تلویزیون محلی، دیگه به سمت ایران پخش نشده. فیلم معتادین و بچه‌ها هست در اون کشور، قسمتی از یه قسمت کوچکی هم از فیلم توطئه جهانی درش قرار دادن. نمیدونم اگه وقت برسه تا آخرش پخش بکنن، چون میخوام برم به مسئله داعش و به وجود آوردن این گروه داعش در اون انگلیس بپردازم اگه وقت برسه. میخوام براتون توضیح بدم این همه بدبختی رو ما بذاریم کنار، که باید آسینا رو زد بالا، کار کرد، بیایم جدا سازی بکنیم، تفکیک بکنیم. آقا من میخوام بخش خودم رو بردارم، به خاطر اینکه ما لهجهمون با لهجه شما فرق میکنه، زبونمون با شما فرق میکنه، من اصلا میخوام آقا درس به زبون خودم بخونم، به همین خاطر میخوام چای نفت خودمون رو، محله خودمون از شما جدا کنم. زیادم حرف بزنی وارد جنگ میشیم. ما تحریک کردن اون هموطنان مظلومی که زیر حکومت اسلامی تکه پاره شدن، از طریق رسانه‌ها در لس آنجلس، از طریق رسانه‌ها در بخش‌های دولتی، به وجود آوردن زمینه ی تکه پاره شدن دیگری بعد از رفتن شاه از کشور ما. متاسفم، متاثرم برای کسانی که حتی توان ندارند که بنشینند و صحبت‌های درست رو گوش بدن و کارهای اساسی رو انجام بدن. کارهای اساسی تر داریم. جناب سیاوش آماده هست این فیلمی که چندین مدت هست که من میخوام اینو براتون پخش بکنم و ببینید درون زندان چگونه مواد مخدر پخش میکنند، جوانان ما رو مبتلا به اعتیاد میکنند. این فیلم متعلق است به 6 سال پیش. ببینید از 6 سال پیش به این بعد چه کارهای دیگری اضافه شده در این کشور. با ما باشید، چرا که به غیر از این من با شما کاری نیست.
بعد بدبین شده اون که کتکی بزن؟ بدبین نمیشد اون، فقط دوست نداشتم بکشم. برای چی کتکی بزن؟ برای این که شیشه چیزه، مغز آدم خراب میکنه. حالا کراک و اینا، الان که دیگه کراک نیست، تریاک میکشید و خراش. بعد میرفتم زندان، دست پشت شیشه، من که کنارش نبودم، قسم میخورد، میگفت من چیزی مصرف نمیکنم. ولی همش دروغ. وقتی که زندان خودشون شربت متادون میدن، قرص متادون میدن، از اونجا جنسش بیشتر از بیرونه. چجوری باید یه جوون 23 سال و 24 سال معتاد نشه؟ از رو که گفتم افتم گو انی الان زنگ بزن بیا، من گفتم ما مترسم دعوا کردم دیگه یک کسافه. با پوزش فراوان از شما هم وطنان عصب میخوام، یه فایلی جابجا شده بود و پخش نمیشد، فایل دیگری پخش شد. فایلی که راجبش صحبت کردم همین فایلی هستش که الان جام سیاوش داره آماده میکنه براتون پخش بکنه، که خدمتون عرض کردم متعلق هستش به 6 سال پیش و فرد معتادی که خودش داستانو با زبان خودش براتون تعریف میکنه. این دیگه داستان سرایی نیست که ما بخوایم از بشینیم یه گوشه یه چیزی رو برداریم خودمون بنویسیم یا براتون توضیح بدیم. خود این شخص درون زندان داستانهایی رو که دیده براتون تعریف میکنه و وضعیت خیابانها درون کشور رو بچه ها رو دارید میبینید. پخش میشه. آماده هستش؟ آماده نیست؟ خب میتونیم یه کار بکنیم، همون فیلمی رو که پخش کردین رو پخش بکنید. من این رو مجددن اگر این هاردتون رو به من بدید براتون مجددا بدم که پخش بشه. پس همین فیلم رو نگاه کنید. برای چی مصرف میکرد؟ شیشه و کراک. بعد به بدبین شده اون که کتکی بزن؟ بدبین نمیشد اون، فقط دوست نداشتم بکشه. برای چی کتکی بزن؟ برای این که شیشه چیزه، مغز آدم خراب میکنه. حالا کراک و اینا، الان که دیگه کراک نیست، تریاک میکشید و خراش. بعد میرفتم زندان، دست پشت شیشه، من که کنارش نبودم، قسم میخورد، میگفت من چیزی مصرف نمیکنم. ولی همش دروغ. وقتی که زندان خودشون شربت متادون میدن، قرص متادون میدن، از اونجا جنسش بیشتر از بیرونه. چجوری باید یه جوون 23 سال و 24 سال معتاد نشه؟ از رو که گفتم افتم گو انی الان زنگ بزن بیا، من گفتم ما مترسم دعوا کردم دیگه یک کسافه برداشت بود، الانم بودن دیشب تیران الان این سیده بیار دیگه نمیزارم. چند این بچه ها تو به دنیا بردی؟ چهار. اون یکی ها کجا؟ یکیش مورده، دوتا دیگه هم. اون دو تا دیگه کجا؟ بستیسی. کجا؟ بستیسی. چون؟ دیدیشون تو الان؟ نه اصلا ندیدی؟ دوست داری ببینیشون؟ آره. چند سالشون اونو الان میدونی؟ آره یکی دو سه سالشه، یکی شیست سالشه. دو سالونه تو هست. بچم مریض، خودم مریض، دو بار بستری شدم خودم. جلو دست مادرش کراک میکشید، خواهرش، خودش، شوهر خواهرش. حتی این تازگی ها زیاد به ما اهمیت نمیده. هیچی پول خونه نشه، صابونه با من دعوا کرد که باید بری بیرون. شب گری کردم به صابونه، گفتم تو خدا سب کن، من سر گاست و بچه کچی کجا برم، توی هوا سرد کجا باید برم، تو خدا سب کن. باش سر صدا کرد صابونه با شوهرم، بهش گفتی یک نیمه زن بچه تو اینقدر عجل عذاب میده، گفت چی خواه کنه یه عمل هم نمیذاره. تا 10 سالمه ازدواج کردم، چون مجبور بودم، یه نامآوری داشتم، سرم خیلی بالا نمیدم. 14 سالگی ازدواج کردم، 16 سالگی بچه دار شدم.
15 سال دیگه که اول این دخترم کردم بعدم بلد دو سال اینو کرد. از مثلا یه سالی که خونه بودم توی یه سال 6-7 ماش بیرون بودم داداشم کجا بودی؟ تو خیابونم بیا بعد وقت سرگو مکشید رو از دنیا آمده بود گرفتن از ما این مادر شایم الله هم افتاده زنده همه شاید چی؟ با مرمان یه سالی که خونه بودم توی یه سال 6-7 ماشه بیرون بودم داداشم کجا بودی؟ تو خیابونم داشتیم پدرمان مادرم خوب نبود دوستنشون دیگه پیشش زندگی کنیم دوستنم خیلی بده بود دختر بچه بودیم به هر کی ما میبود اون خواهش تو خوب نمی کن چه خوب تو بسازم چند سال بودم بسازم چند پا ازدواج کردی؟ بگم با این پیشنه این هم بگنه چند پیر چه بودی؟ این پیشنه این معمولا میگم بگم با این پیشنه این پیشنه این پیشنه این پیشنه این پیشنه این معمولا نه حق بوده شدوش موی با حق من خوری بعد شما به فیلم رفتی؟ نه قد از اون بیایی مخورم چی میخوری؟ تصویبیایی میخورم نه ولی من همه تصویبیایی میخورم قبلا چی مصرف میدی؟ من مثل پا مثل دیش کمر هم تیره میشنم بعد الان چجوری چیز میکنی؟ یا تا به میخوری باید؟ نه نه الان میگی 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 من قصر بیایی دیگه گذارم شنم بسی میگی چی رو؟ اتایی نه من تصویبیایی اسم چی نه 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 چرا بشیدیم؟ اون خودم اونجا؟ نه اون خودم من باید چی که آزشم بسیدم 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 در شما هم دفتر من نمیدم چرا؟ دوله نمیدم چون سن افتانه ندارم بیشتر بچه که این رفت سن افتانه ندارم چند سال بسیدیم؟ مورد میرم تو نوزده چند سال بسیدیم؟ پنج سال تو قبل از اینکه تروریسم مصرف کنی چه نوع روزی مصرفی گرفتی؟ هروئین. شروع ابتدایی مصرفتون با چی شروع شد؟ هروئین. قبلش مشروب نمیخوردی؟ هیچی. نه سیگار نه مشروب نه تریاک نه هر چیزی شد. شما چند سالتونه؟ من 26 سالم. چند وقت مصرف میکنی؟ من 4 سال 5 سال معمول مصرف میکنم ولی یه سال کرک و شیشه. یک سال؟ پول مواد تو مرکزه رو دست مورد؟ من پول برداری ها قرآن خانشی چرا در روز ما پول مواد میدید؟ در روز قبلا که می دادم ترافیک کنترل می دادم سیغهی داشتم می خرجم می دادم ولی الان سه چهار ماه دیگه خودم دارم خرجم می دادم کسی ده تومن من متولد 51م بعد تقریبا 6 ساله سپاده که یکی کشیدم بعد که یکشو هرویی رو هرم شد کرای خوشیشه با خودم میدیم چند وقت کرای مصرف کنم؟ تقریبا دو سال دو سال پولش از دیگه دست میدیم؟ بابا من هم حالت با تشکیلی مادر نمیدیم هم خودم قبل کار میکردم خریدی میکردم ولی بعد دیگه از وقت افتادم تو کرای مثلا نمیتونستم با کنم سر کاری ها نشه بودم چون میزنم یا سمار بودم چون میزنم نمیتونستم تو کار کنم کار مردم خراب بشه این کار شده چون چیز داری رو با خطر مرسه مرد مرد از دست دادی چون پنج داری خیلی چیز داری مرسه تیرم اول از همه آبرو اعتباری که داشتم از دست دادم بعد آره با یعنی بچه هم فکر کردیم نمیدونم چی میشه
آخه من که نمیش با خود چه هزه دوری شروع کردم بعدش هم پرسیدیش خیلی هم گرفتم بخونه تنها اونگه میخوام از کسایی هم که صدای من رو میشنفن تصویرم رو میلنی بدم از همه دوست و عزیزان میخوام که پاسه ما دعا کنم باید که دعای آرامش رو میخونم پاسه این دعا صحبت از پژمردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان می کند. دست خونالود را در پیش چشمه همه ایرانیان پنهان می کند. واقعا این همه مشکلات وجود داره. البته با پوزش هنوز فیلمی که من درخواست کردم آماده نیست، تا 3-4 دقیقه دیگه آماده میشه. این دو فیلمی که پخش شد در کنار هم قسمتی از وضعیت هموطنان معتاد ما هست در ایران، که اگه فقط چندین دوربین در سطح نه فقط تهران بلکه بقیه شهر و شهرستان ها را بیفته و از زندگی اینها فیلم برداری بکنه، خودش اصلا یکی از بزرگترین فجایع تاریخی در اون کشور ماست که میشه به نمایش گذاشت که آقا شما موزل سیاسیتون گیره، اینها چی میشه؟ فدرالیسم همه اینا رو حل میکنه؟ گفت نشستن و در لس آنجلس، در واشنگتن، در تورنتو کانادا یا در اروپا، آلمان، فرانسه نشستن و صحبت کردن راجع به این مسائل همه چی حل شد؟ شما خیالتون راحته که آقا نظریات شخصی خودتون رو ابراز کردید و این جامعه شنید و رفت به دنبالش؟ 36 سال رفت به دنبال نظریاتی که 50 سال روش کار شده بود در دوره خودش. جامعه رسید به اینجا، ثروتمندترین جامعه جهانی، فقیرترین افراد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی رو در بر گرفته. شما خیلی خوشحال هستید که مثلا میشینید در رسانه‌ها گفتگو میکنید و بعد ناراحت هم میشید که آقا چرا فلانی فلان حرف رو به من زد، چرا فلانی از ما خورده، چرا ما رو نقد کرد. نگران شخصیت خودتون هستید، چه اون برنامه‌سازش، چون کسانی که در برنامه در چنین برنامه‌ای شرکت میکنن و حتما به خودشون هم میبالن که ما فعال سیاسی هستیم، ما این همه هرس خوردیم، کاری کردید برای جامعه؟ این جامعه تونسته یکشو بکنه دو؟ غیر از این که بله تعداد یک بیشتر شده، چندین میلیون شده، منتها معتاد، بیکار، بدبخت و آواره، نگران، افسرده، بدون امید و سرمایه نسبت به آینده، اینها رو بر جای گذاشت. شاه فقط باید بره، حالا فدرالیسم باید بیاد. شاه رفت، خمینی رو آوردید و بعد خمینی که آمد جنگ رو به هم رو آورد، تیکه پاره شدن افراد، خیانت کردن کسانی که یک روز فکر نمی کردند که حتی وارد چنین داستانهایی بشن به یک دیگر، لو دادن خانواده خانواده دیگه، همسایه همسایه دیگه، و بعد تکخوری رو رایج کردند که آقا برو به فکر خودت باش، این مردم، این همسایه ها، این محله، پس در یه بلاییات هیچ کس پشت سرت نیست. یعنی ترویج تکخوری که آقا برو تکخور شو. من مثال های متفاوت دارم از گذشته ولی اصلا جاش نیست بخوام مثال ها رو بزنم، ولی جامعه‌ای که اینجوری بچه هاشو بزرگ بکنه، وقتی که بدون هویت میشن، وقتی که سرمایه ها به خاطر ماندگاری آخوند و بچه آخوند درون کشور با حمایت روسیه و اروپا و آمریکا در غزه و لبنان و جنوب عراق استفاده میشه اروپا، حال این بچه ها بهتر از این نخواهد شد. این قسمت رو ادیتم کردم در اون 6 سال پیش و سخنان یکی از ارجدارترین سخنانی که شاهنشاه آریامهر انجام دادن. اگر
اتفاق در این انقلاب رخنه بکنه، یعنی همون انقلاب سفید، گفت بچه های شما در خاکروبه‌ها بازی خواهند کرد. همان شد که ایشان فرمود. با ما باشید. آسوده تر
جایی که میخوای بری راحت آزاده دم کیس زندان مامورای زندان همه مسئولین و دستن ارفارانی که در داخل زندان همه کاری زندان بودن میدونم بستنم غیر از اینا هیچ کس قابل این بیماری من نم چه بیماری؟ بیماری HIV یک اول بیان کسای مامورایی که حق و حساب میگیرن حق و حساب از این اون از مواد فروشای تهران میگیرن میگیرن تا مواد بفروشن بفروشن جمع کنن ماموران درست و کار درست و واقعا با افلاس میدن دو کسانی که واقعا میتونن این مواد مقدر رو از ریشه از یعنی درخت تنور این مواد مقدر از ریشه قطع کنن بیار از سر کار همین کارش همین بسن هم بکنی زمان که اومدن با وعد و وعید اومدن فقط شاه بره همه چی رو برا خواهد شد همه چیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت این وضعیت ثروتمندترین مردم جهانه واقعا اگر کوروش میدانست که فرزندانش در آینده چگونه زندگی خواهند کرد یادمون صحبت میافتم که بچه از درون ایران میکنم که هرگز نخواب کوروش ایران پدر ندارد واقعا با رفتن شاهنشاه آریانه ثروتمندترین کشور جهان به فقیرترین کشور در حال حاضر کشیده شده بگذاریم از اون 10-15% که در ناز و نعمت با همکاری با حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن به کسانی که فقط برای خوشگذرونی به ایران این وضعیت تازه 6 سال گذشته ایران این فیلم متعلق است به 6 سال پیش توی دست ما رسید ادیت شد و داره براتون پخش میشه از 6 سال پیش تا به امروز صدها میلیارد دلار ایران و ایرانی از دست داده و این بچه ها به جایی که برن مدرسه در خیابون ها به سیگار فروشی و آدامز فروشی و غیره پرداختن به صحبتاشون گوش بدید به صحبتا گوش بدید چکی وای میسی اینجا ساعت 7 تو سری بزرگ بشی چی کار بشی
کجا اینکه زن ایرانی، دختر ایرانی در رأس امور قرار بگیره با داشتن چنان فرهنگی. زنان و دختران رو بفروشه، مواد مخدر و فال و فالگیری با داشتن. نگاه کن چنده؟ صد تومن. اسم چیه؟ امید. امید. اسم تو چیه؟ فرشاد. اسم تو چیه؟ صفیه. صفیه. شما چند وقت این کارو میکنی؟ ما پنج ساله. چرا دنبال درس نمیری؟ من تا کلاس اول رفتم دیگه نرفتم. تو چی؟ من نمیری. تو اصلا نمیری؟ پدر مادرتون کجاییه؟ پدرمادرم مال مشهد. بعد الان پیش کی زندگی میکنی؟ پیش پدرمادرم. چی کی؟ پدرمادرم. پدرمادرت کجا ندارم؟ از خونه. خونه میدونم خونه. یعنی باهاشون اینجا زندگی میکنی ولی بچه مشهدن. شما چی؟ ما هم چی. شما میتونم روزی چقدر درآمد داری؟ دو سه پنجه تون ست تون تو خدا بر. دوست داریم بزرگ بشین چی کاره بشین؟ من که دوست دارم دکتر بشم. دکتر بشین؟ من که دوست دارم بین کوچیکی برم مدرسه بزرگی برم دکتر. به پدر مادرت گفتی چرا نه؟ بله چرا نه؟ چرا نمیرم مدرسه؟ به اون میگن که یا فارغ بشین یا آرام بیه بگن یا مدرسه من بهشون میگم میگم من مدرسه مدرسه میگه نه میگن نه چرا نه؟ نمیدونم میگم برین کاسبی بعد ببینم حالا تو ساعت چند از ساعت چند میاد اینجا تو ساعت چند از ساعت 3 Thank you.
یکی از مشکلات اساسی که از سال 1979 در این توطئه جهانی در ایران آغاز به کار کرد این بود: تفکیک ایرانیان به هر شکل، عبور کردن از جلوی یکدیگر، از کنار یکدیگر، بدون اینکه حتی اعتنایی به یکدیگر بکنید، بدون حتی بخوای فکر بکنی که این شخصی که اینجاست میتونه برادرت باشه، پدرت باشه، فرزندت باشه، خواهرت باشه، مادرت باشه. گفتم آقا سرتو بنداز پایین، برو دنبال کارت، به تو ربطی نداره. اگر یارو اعدام کردن، گفتن آقا حتما یه کاری کردی که اعدامش کرد. اگر اشخاص در کنار خیابان این چنین زندگی ها رو از دست دادن، گفتن خب حتما یه کاری کردی که اینجوری شد. چرا ما نشدیم؟ چرا فرزند ما داره برج میسازه؟ اینا رو کنار خیابون گذاشتن. یا خب آقا در هر کشوری بالاخره فقیر وجود داره. امروز رسیدن به این که آقا در هر کشوری، حالا اینو میگن، ولی وقتی که ازشون پرسید آقا زمان شاه برای چی به خیابان ها اومدید و شعار دادید و خریدید حرف خمینی رو که همه چی مجانی میشه براتون، شما هم رفتید به سوی خمینیزم و سرنگونی مملکت و هویت خودتون و تاریخ و فرهنگ و ایران زمین، گفتن آقا خب اون موقع خیلی فقیر بود، در ایران فقیر زیاد بود، شما نبودید، نمیدونید ما چی میگیم. امروز همون افرادی که میگن اون موقع فقیر بود، میرن به تهران و سایر شهرستانها با چند هزار دلار میرن، بهترین عیش و نوش دارن، برمیگردن و چه مقدار تعریف میکنن اینکه آقا نیستی ببین چه دیگه. خودتون میدونید من راجع به چه چیزهایی صحبت میکنم. این کشوریه که اگر نظامی بر پایه انسانیت و حقوق بشر درش پایه‌گذاری بشه، یک فقیر رو هم شما در خیابان‌ها نخواهید دید. تمام این فقرا سر و سامون‌دار خواهند شد، به دلیل اینکه کشور ثروتمنده، به دلیل اینکه پدران و مادران ما برای چنین جغرافیای جانها دادند که ایران برای ایرانی بماند، نه اینکه برای اسلام بمونه. به قول خود مسلمین، اسلام برای همه جهان آمده، اسلام برای ایران نیامده است. پس اسلام راهگشای زندگی مردم نیست. مردم میبایست دست به زانو بزنن بلند شن، به جای اینکه بخوان فال فروشی بکنن. فال چیه؟ آقا زندگی دیگه بعده، برو دعا کن، برو دخیل ببند، حاجتت شاید برآورده شه. خود اون شخصی که اون پایین خوابیده پر از حاجت بوده، نتونسته بوده حاجت خودش رو برآورده بکنه، چگونه میخواد حاجت شما رو برآورده کنه؟ سوء استفاده کردن از باورهای مردم، مذهبی مردم در هر دو بخش سیاسی و مذهبی، جامعه ثروتمند ایرانی به جایی میرسونه که کف خیابونها آرزوی مرگ بکنه. و شما به همین راحتی، به همین راحتی که میبینید در کشوری با نام ایران، از کنار فرزندانش به این راحتی عبور کنید و بگید میبخشید پول خود ندارم، یا دختر برو اون بر، برو دنبال زندگیت، به جای اینکه این دختران، این بچه ها سر کلاس های درس باشن با آرزوهای شیرینشون. به خصوص بچه ها وقتی که همه ما دوران بچگی رو گذروندیم، وقتی که بچه هستی به قول معروف هوای ابری هم برات آفتابیه. این وضعیت مردم ما باید باشه. خدمتتون عرض کردم فقط احتیاج دارید که یک دوربین بردارید، برید سر تا سر کشور فیلم برداری بکنید از مردم ایران. مردم ایران فقط اونایی که تو برج میرن و ثروت دارن و یا تو وضعیت اقتصادی خوب قرار گرفتن نیستن، اینها ملت ایران هستند. حال اینها رو که دارید میبینید، در یه ذره بهتر از اینها، وضعیت جسمانی بهتر، وقتی صحبتهایی براشون میشه، صحبتها رو گوش بدید، من سکوت میکنم صحبتهای این شخص. Hello, Bartok.
هم خوبی ما یه چیزی ردیف کنیم ردیف کنه بیا این در زمان جنگ ایران و عراق هست. این تصویر که دارید میبینید شاید بسیارانی با این تصاویر آشنایی دارن در اون دوران که زندگی کرده. پدری رو نشون میده که فرزندش رو آورده و بهش وعده وعید داده شده بود که اگر فرزندش رو بفرستی به بهشت میره. حال فرزندش یا فرزندانشون به این چنین صورتهایی در میده. از پزشک تقاضا میکنه که کاری برای این بچه بکنه، فقط چشاش باز بشه بتونه ببینه. میگه هر چیزی رو که از من بخوای میتونی از من بگیری، چشم و زبان، هر چیزی که احتیاج دارم، ولی به این بچه‌م بینایی رو برگردون. وقتی از باورهای مذهبی مردم استفاده میشه، این اتفاقات میتونه برای جامعه بیفته. Well, if it isn't the work of God, then whose work is it? If God didn't wish it, the bomb could have exploded a few inches away and nothing could have happened to him. Does the Father know what we're contemplating? And does he understand that we can do operations to make this boy more comfortable and to help his breathing and to help his lip closing? برای این بچه‌ت عملی انجام میشه. These doctors are going to operate on your son so that he can shut his mouth and enable him to breathe better and make his eyes look better. چشمش مقدار اصلاح میشه ولی هیچ موقع یه حالت طبیعی به خودش نمیگیره. یه معالجه نمیشه. They can't cure him. There is no place in the world where they can totally make him normal again. There is nothing anywhere in the world that will do anything like this. در هیچ جای دنیا این امکان نداره که چشمی برای این ساخته بشه گذاشته بشه که بینایی بشه. I don't know, doctor. I'm illiterate and really don't know anything. But I have been told that there are doctors in the West who can give his vision back. Now you're telling me they can't. Why? That's not true. These doctors would know. Is there anything I can give? If you want me to donate an eye or give some skin, I will do anything to help him. He said I'm ready if it's possible. I myself can give him eye and other tissues that he needs. But he has enough spare tissue in other parts of the body. We will need nothing for us. Hey, I hear the voice. Oh, I hear my hand. Oh, I hear my hand on the feet. Oh, I hear you on the knee. I'm down at the moon. Oh, I hear you on the ground. هزار و یک درد درون این جامعه وجود داره. جهان درباره به قسمت‌های متفاوتی تقسیم شده. یه قسمتی از جهان رو وقتی من بهش نگاه میکنم و بعد مورد مقایسه قرارش میدم با وضعیت حال حاضر کشورم، جوانان کشور، فرزندان ایران زمین، امروز و فردا، قابل مقایسه نیست. اونایی که دستشون به قول معروف دهنشون میرسه، فرزندانشون در اولین فرصت از کشور خارج میکنن که بیان در کشورهای پیشرفته دارای
فنون میشن، مدارک تحصیل عالیه به دست بگیرن و زندگی خودشون رو به سمت پیش جلو پیش ببرن و فقط به فکر زندگی خودشون باشن. یعنی آقا دیگه ایران بر نگرد، اینجا دیگه به درد نمیخوره. ما هم که موندیم مجبوریم به خاطر این بیزینس هایی که اینجا داریم پولا رو بفرستیم برای تو اونجا خرج مدارس اینجور چیزا رو بدیم. این عین زندگی حال حاضره. سالیانه بیش از 150 تا 200 هزار ایرانی از کشور، جوان ایرانی از کشور خارج میشه با امید اینکه شاید بتونه زندگی آینده‌شو در کشور دیگه‌ای پیدا بکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ ثروتمندترین کشور رو ول کنی، سرمایه‌دارترین کشور رو ول کنی، جایی که کوروش‌ها و داریوش‌ها برات بر جای گذاشتند، رضا شاه بزرگ اومد اونجا و اونجا رو ساخت و پرداخت، پایگذاری کرد ایران نوین رو، و بعد شما خواسته و نخواسته با شوق کشور رو ترک بکنی، ثروتت رو که کشورت هست، آب و خاکت هست رو ترک بکنی. چرا؟ به خاطر سرمایه گذاری دو نوع افراد، کسانی که سیاست کشور رو بر پایه دین و مذهب مردم سوار کردن و استوار، و کسانی که مردم رو سوق دادن در گوشه دیگه با ایدئولوژی سیاسی در شکل‌های متفاوت، که آقا این دوتا نسخه شماست، که هر دو این دکترین در واقع ملت ایران رو تکه و پاره کردند. تنها خود ملت هست که میبایست دکتراش رو عوض بکنه، رابط دست رو زانو بزنه، تمام این دوا و داروهایی که از کانال‌هایی که میبینید دارن به سمت ایران پخش میشن رو کنار بزنه، به هویت ملی میهنی خودش بپردازه، به تاریخش نگاه بکنه، و بعد ثروتمندترین کشور جهان رو خودش با دست خودش با تکیه بر هویت ملی میهنی و غیرت ایرانی پس بگیره. دیگه بعد براش مطرح باشه، هر کسی رو که در شهر میبینه، هر کسی رو که گرفتار میبینه به سادگی از کنارش رد نشه. اگر میبینید که کسی داره ستم میکنه جلوشو بگیرید با پیوند به یک دیگه. اگه اون کسی که در از کنارت داره رد میشه، میتونه خواهرت باشه، میتونه مادرت باشه، میتونه برادرت باشه، میتونه پدرت باشه، که هست، همه یک قومیم، قوم آریا، در تیره های متفاوت با فرهنگ های متفاوت. زیبایی کشورمون هم به همینه که همه سالیان سال همین داستان ادامه پیدا کرده بوده تا به امروز، حتی در سخت‌ترین شرایطی که امروز دارید میبینید در حکومت اسلامی در ایران، که همه چی تحت شعاع قرار گرفته، همه چیز میباید اسلامی باشه، تفکر اسلامی و غیره و غیره، اما این جامعه تونسته به مو برسه اما پاره نشه. ولی دارم خدمتتون عرض میکنم با طرح‌های دیگه در ادامه روند توطئه جهانی دارن تکه پاره میکنن. به شما بدرود میگم و خسته نباشید. بهتون میگم در جای جای جهان که برای ایران و ایرانی سعی و کوشش و تلاش میکنید، همکاری و همیاری به این رسانه فراموش نشه. از همه شما بسیار سپاسگزارم که از هر کجا با من تماس میگیرید، با من هستید. بدونید که من با شما بوده، هستم و خواهم بود. از اتاق فرمان بسیار سپاسگزارم، از همه عزیزانی که در راه ایران و ایرانی و باقی ماندن و رسیدن به آزادی برای ایران سعی کوشش تلاش میکنند. به شما بدرود میگم تا هفته دیگر اگر عمری باقی بود. شادزی. Nevidu ma, tu mo ne mo ne, nevidu ma.
این غربت پرگور برم دارم این مافیا جون میکنم خستم از تظاهر استار بگیم جای دندون هزار پر شدنم نه کسی میدونه که من چی میخوام نه خودم دونستم عیب کار کجاست تا به هر کی میگی عاشقی چیه میگه بگذر عاشقی دونه سما تو رفتی و زمه با سفر شد دل آرم مادر به در شد ندونستم چرا مرده عشقم توی عاشقی بیمار شاهی کاهان شاهی هخامنشی شاهی ایران زمین خوشت بختان دست را ساییده و برخواه